خوش آمدید به بخند. زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان اقلیت‌های دینی هستند که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شدند و در مجلس شورای اسلامی هم نماینده دارند. بر اساس همین قانون پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی هم آزادند تا مراسم مذهبیشون رو به جا بیارن. همه این اقلیت‌های دینی و مذهبی بر اساس قانون باید از حقوق شهروندی برابر با اکثریت مسلمان شیعه 12 امامی برخوردار باشن. در عمل اما در طول دهه‌های گذشته بعضی از پیروان این ادیان و مذاهب و حتی دراویش که شیعه 12 امامی هم هستند مورد تبعیض‌های مختلف قرار گرفتند و گزارش‌های متعددی از نقض حقوق شهروندی این افراد منتشر شده. نظر شما درباره وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران چیه؟ آیا هیچ وقت شاهد چنین تبعیض‌هایی بودین؟ در جایی که شما زندگی می‌کنید، آیا دین و مذهب افراد تأثیری در حقوق شهروندیشون داره؟ از همین حالا با ما تماس بگیرید و در گفتگوی امشب شرکت کنید با شماره تلفن 202-692-4360 و همینطور در فیسبوک و از طریق فضای مجازی با رویا ملکی در ارتباط باشید. مرسی مهشید. سلام، شب شما بخیر. من هم منتظر شما هستم. بیاین همراه من باشین در فیسبوک و با من چت کنید در مورد اقلیت‌های دینی و مذهبی. همینطور میتونید نظر خودتون رو برای ما ایمیل کنید یا تلفنتون رو برای ما بزنید. همکاران من با شما تماس میگیرن، من هم نظر شما رو میخونم، یا با اسکایپ همراه ما باشین به صورت صوتی و تصویری، هر جوری که شما مایلین ما با شما در ارتباط باشین. برای ما همینطور راحت‌تر هستش. و اینکه میتونید برای ما در توییتر همراه ما باشین و همه آدرس‌های برنامه رو هم میتونید زیرنویس برنامه ببینید. منتظر شما هستیم در برنامه امشب. مهشید ندیری هستم و وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران موضوع گفتگوی امشب برنامه روی خط و با فیسبوک و فضای مجازی شروع می‌کنیم. بحث اقلیت‌های دینی و مذهبی همیشه در صفحه پیشنهادات انتقادات ما به ما پیشنهاد میشه که در موردش برنامه بذاریم. سنی‌ها و خیلی از اقلیت‌های دیگه خواستار این هستن که در موردشون بیشتر صحبت بشه. خب ما دیدیم هفته گذشته هفته وحدت بود، هفته بین شیعه و سنی. ترجیح دادیم که امروز در مورد کل اقلیت‌های دینی و مذهبی با شما همراه باشیم، مخصوصا که تو این چند روز گذشته عکس‌ها و فیلم‌ها و همینطور خبرهای منتشر شده از اعدام اقلیت‌های خاص در ایران که البته هنوز اعدام نشدن و بیانیه‌هایی که برای منع اعدام اونها داره منتشر میشه در فضای مجازی و دست به دست میشه در شبکه فیسبوک. ما هم موضوع امشب رو روی این انتخاب کردیم و من برای شما نظر میخونم. از اجازه بدید من یه نظر از سایه براتون بخونم. گفته در ایران چه در مذهب و در ادیان و چه در بین زبان و قومیت‌ها تبعیض فراوانی هست. مثلا شیعه ارج و قرب بیشتری داره، ترک‌ها خودشونو برتر از فارس‌ها میدونن. البته اینها نظر سایه هستش. گفته کردها خودشون رو سوای افراد دیگه میدونن. در این 30 سال اندیشه ها رو به اسارت گرفتن که هر کس حس خود برتر بینی داشته باشه، چه در زبان، چه در دین، چه از لحاظ زندگی شهری و روستایی، و این ترفندی هستش که تفرقه بنداز و حکومت کن. این نظر سایه بود. ممنون رو. یا بقیه نظرات هم حتما خونده میشه، اما فقط نکته ای رو که میخوام تاکید بکنیم، اون چیزی که در مورد اقلیت‌های دینی تو هم توضیح دادی، دینی و مذهبی در ایران، ما به ویژه در برنامه امشب در مورد اقلیت‌های دینی و مذهبی صحبت میکنیم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شدن و خب مسائلی هم در ارتباط با اونها وجود داره. در ابتدای برنامه آقای فریار نیکبخت عضو کمیته دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی همراه ما هستن از طریق اسکایپ. آقای نیکبخت ممنونم از وقتتون و حضورتون در برنامه روی خط. اگر بخوایم خیلی کوتاه و مشخص صحبت بکنیم از وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران، اونهایی که در قانون اساسی حقوقشون به رسمیت شناخته شده، و شاید فهرستوار بخوایم از مسائل و مشکلاتشون بگیم، کدوم موارد رو شما ازشون نام میبرید؟ خب با درود به شما و تشکر از برنامه گذاران و صدای آمریکا، و درود خدمت هموطنان عزیز بینندگان تلویزیون صدای آمریکا.
اصولا طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تعدادی از پیروان چند مذهب خاص دارای برخی از حقوق محدود و به صورت موقت هستند که تحت کاتگوری قوانین اهل ذمه قرار داره و به طور اخص یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان دارای یک مقداری حقوق محدود هستند، مثل شهروندان تقریبا درجه 3 از نظر قانون دیه، قانون قصاص، حق شهادت، حق ارث و چند رده از حقوق شهروندی. اینها دارای درجات پایین‌تر شهروندی هستند و در اون محدوده حقوقی دارند که قانون موظف از حفاظت از اون حقوق هست. و خود این اصولی که اینها رو از بعد و تولد تا حتی بعد از فوت در مورد قوانین ارث و غیره اینها رو تحقیر میکنه و در رده‌های پایین جامعه قرار میده، جامعه رو دچار تنشی میکنه که پایه و اساس تبعیض گذاری بر سایر شهروندان را نیز فراهم میکنه. به خاطر اینکه شما وقتی پایه تبعیض رو پذیرفتید در قانون و خشت اول رو کج گذاشتید، بالاخره این تبعیض دامن دیگران را هم تحت بهانه‌های مختلف و به ویژه تحت قوانین شرعی و دین رسمی و غیره و غیره، چه به حقیقت و واقعیت و چه به اتهام و به صورت های مشابه میگیره و مزاحم تمام بخش های مختلف جامعه در سراسر طول زندگیشون میشه. بله، ممنونم از توضیحاتون. اما آقای نیکبخت، با توجه به اون چند اقلیت دینی که در ایران وجود دارن و حالا بر اساس قوانین اینجور که شما اشاره کردید باید حقوقی داشته باشن بر اساس اون قوانین، آیا بر اساس اون قوانینی که مشخص شده، اون حقوقی که براشون مشخص شده، حالا البته من در قانون اساسی که نگاه میکردم خب خیلی کلی نوشته شده بود و قاعدتاً شاید میشد اینطور برداشت کرد که باید حقوق شهروندی برابر داشته باشن، اما ظاهراً اینجوری که شما گفتید عملاً اینجوری نیست. کدوم یکی از این موارد هست که در قانون آمده اما رعایت نمیشه؟ خب البته این قوانین رو اینجا من همراه دارم اگه لازم شد راجبش بحث بشه، ولی در مجموع قوانینی که گذاشته شده به حد کافی تبعیض آمیز هست که اجرا و حتی اجرای قانون هم تبعیض آمیز و بسیار تحقیرآمیز هست برای این اقلیت‌ها. منتها علاوه بر قوانینی که وجود داره و در محدوده حقوقی که ما داریم در کشور خودمون، در عمل بسیاری از همون حقوق هم زیر پا گذاشته میشه، از جمله در بسیاری از موارد استخدامی، بسیاری از موارد آموزشی و حتی در مواردی از حقوقی که جزء احوال شخصیه بیان شده و عبارت است از آزادی این اقلیت‌ها در امور دینی خودشون. ما میدونیم که در ایران حتی تعمیر یا ایجاد عبادتگاه‌های ادیان رسمی هم ممنوعه، مگر با اجازه مخصوصی که در هر موردی دولت بده یا نده. در عمل اینها رو محدود می‌کنن. ما میدونیم که در مورد مسیحیان مثلا حتی شرکت کنندگان در برنامه‌های دینی اونها بارها ثبت شدن، دم در بعضی وقتا کسانی میستن و کنترل میکنن لیست ها رو که نبادا کسانی به غیر از کسان ثبت شده به عنوان مسیحیان اون کلیسا وارد اونجا بشن، به ویژه اگر مسلمان باشن. و خیلی خیلی محدودیت هایی هست که حتی در چارچوب قوانین همینطوری که شما فرمودید در ایران فشار میگذاره روی ما. بسیار خوب، ممنونم آقای نیکبخت از حضورتون در برنامه روی خط. فریار نیکبخت، عضو کمیته دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی.
امیر برامو نوشته که باید به این موضوع دقت کرد که دین و مذهب برای کسانی که الان در رأس امورن صرفاً ابزاری برای حکومت کردنه و این افراد برای اینکه چند روز بیشتر در قدرت باشن حاضرن از هر چیزی مایه بذارن، حتی اختلاف بین شیعه و سنی و حتی ترک واجبات. و آرش هم برای من در چت نوشته به نظرش باید در ایران از واژه اقلیت خودی استفاده کرد، چون در حال حاضر فقط یک قشر در ایران هستن که از تمامی امتیازات برخوردار هستن. این کاربر نوشته مهم این است که شما پیرو این حکومت باشید تا حق داشته باشید، حالا با هر دیدگاه مذهبی. و همینطور شهرام برای من نوشته ایران نه تنها برای اقلیت‌های دینی بلکه برای اقلیت‌های قومی و زبانی نیست، پر از نابرابری است و در واقع همه مردم ایران که قرائت حکومتی از دین را قبول نداشته باشند، از یهودی و بهایی و شیعه و سنی، همه در برابر حکومت به صورت یکسان مجازات میشن. این کاربر نوشته به نظرش الان زندان‌های ایران پر از زندانیان وجدان هست. ممنون رویا. نظر فرزاد و سعید رو میشنویم. فرزاد روی خط اسکایپ، بفرمایید. بخیر به شما و بینندگان عزیز و گرامی. من میخواستم در رابطه با همین مسئله که الان داشتیم صحبت میکردیم یک کمی اگر امکان داشته باشه دقیق‌تر صحبت بکنیم. در حال حاضر همه در جریان هستن که همین الان هم خانم ملکی اشاره کردن در رابطه با زندان‌های ایران که علاوه زندانی‌های عقیدتی زیاد هستن اونجا. بله، همینطور که در اطلاع دارید شما، اعضای در واقع گروه جامعه بهایی که 7 نفر از اعضای آنها الان در زندان اوین هستند و دراویش گناه‌آبادی در زندان اوین هستند و در واقع کشیش سعید عابدینی 8 سال محکوم شده به زندان که همین چند روز پیش اعلام شد که امریکا هم این را محکوم کرد، و سنی هایی داریم در زندان اوین و کلیمی هایی داریم که اونجا هستن در زندان. یعنی در واقع زندان اوین جایگاهی شده برای تمام زندانی های عقیدتی. بله، سازمان عفو بین الملل هم گزارشی منتشر کرده بود که در اون گفته شده ظاهرا برای 30 نفر از جامعه اقلیت‌های دینی و مذهبی حکم اعدام حتی صادر شده. البته اتهامات مختلفی براشون در نظر گرفته شده، اتهامشون نیست که پیرو این دین یا مذهب هستن، اما به هر حال بله همجور که شما میگین تعداد زیادی هم حتی هستن که براشون حکم اعدام صادر شده. بله همینطوره، حکم اعدام هم صادر شده و اگر اینها واقعا این اجازه رو به خودشون بدن این حکم را هم حتی اجرا میکنن. حالا اگر مشکلات، یعنی اگر از خارج از ایران که همینطور که دارن بهشون فشار میارن و خوشبختانه این فشارها خیلی مثبت و مفید بوده تا الان، اگر این فشارها کم بشه حتما اینها این اجازه رو به خودشون میدن که این زندان. فرزاد متاسفانه صدای شما یه لحظه قطع شد، امیدوارم دوباره صداتون وصل بشه بتونیم بقیه صحبتات رو هم بشنویم. اما سعید هم از تهران روی خطه. سعید سلام. خانم نظیری سلام، صدا اون داری خانم نظیری؟ بله بفهمید. خدمت جناب عالی عرض کنم که خانم نظیری اکثر خدمت شما عرض کنم که برخوردهای حاکمیت با اقلیت‌های مذهبی بیشتر جنبه زمانی به وجود میاد که اینا کارشون جنبه تبلیغاتی پیدا میکنه. ببینید تبلیغات و اشاعه یک دین در یک جامعه دموکراتیک خیلی ظاهر مثبت و مقبولی در اول کار داره. یعنی همه میگن که خب هر کسی حق داره هر دینی داشته باشه، هر دینی که میخواد رها کنه، به هر دینی که میخواد به اصطلاح کرایش پیدا بکنه. این ظاهر قضیه است، ولی وقتی ما مسائل رو از یک دید کلان بهش باش برخورد میکنیم و در یک روند 40-50 ساله میخواییم ارزیابی بکنیم، قضیه به این راحتی ها نیست. وقتی که اقلیت‌های دینی توی کشور آزادانه بخوان اشاعه بدن، مثلا مسیحیت در ایران، این در یک روند 40-50 ساله شما فکر می‌کنید نتیجه‌اش چی میشه؟ این بافت جامعه از لحاظ
مذهبی و دینی به کل عوض میشه. یعنی یک مقوله مثبت. خب این چه اشکالی داره سعید؟ اگر مردم واقعا اگه مردم این روند رو بپذیرن این چه اشکالی داره؟ نمونهش رو تو کشورهای دیگه میبینیم، مثلا همینجا در آمریکا مذاهب مختلف دارن فعالیت میکنن، تبلیغ میکنن، مسلمون ها همینطور هر هفته نمازهای جمعهشون رو برگزار میکنن و مساجد خودشون رو دارن، آیین‌های مذهبیشون دنبال میکنن. فقط مسلمون ها هم نیستن، ادیان مختلف دارن این کارو میکنن، تو کشورهای اروپایی هم همینطوره. من الان عرض میکنم خدمت شما عرض کنم که ببینید، همونطور که داشتم میگفتم این ظاهر قضیه اولش به صورت خیلی فریبنده و دموکراتیکه، ولی وقتی چند دهه بعدش شما نگاه میکنی میبینی مثلا جامعه ایران اگر بخواد اون آزادی رو داشته باشه که هر کسی بخواد تغییر دین بده، نیم قرن دیگه ما 20% جمعیتمون شما مطمئن باش مسیحیه، 15% جمعیتمون بهایی شده، 30% جمعیتمون زرتشتی شده. بعد مشکلات زیادی در اثر اون حال اون وضعیت که به وجود میاد در جامعه ما به وجود میاد. ممکنه همین وضعیت در جامعه غرب باشه. چه مشکلاتی مشخصا؟ چه مشکلاتی منظورت سعید؟ شما ببینید در جامعه لبنان الان چند ده هست جنگه. شما فکر میکنید دلیل اصلی چیه؟ به خاطری که هیچ اکثریت تو این جامعه نیست. 20% مسیحیه، 30% مسلمونه، 15% مثلا جزء دروزی ها هستن. چندین جور اقلیت در جامعه لبنان داره زندگی میکنه که اینا هیچ کدوم هیچ نقطه اشتراکی هم با هم ندارن و منشأ تنازعات و منازعات در حداقل نیم قرن اخیر شدن. خب البته مثالهای دیگه ای هم میشه زد سعید، کشورهای دیگه ای هم هستن که همینطور تعدد مذاهب و ادیان درشون وجود داره، ولی خب درشون هم جنگی هم اتفاق نیفتاده، دارن با صلح و آرامش زندگی میکنن. اما خواهش میکنم شما روی خط بمون که ادامه صحبتت رو هم بگی. من نمیدونم فرزاد برگشته رو خط اسکایپ یا نه. بله فرزاد، من خواهش میکنم صحبتهای سعید رو شنیدی و نگرانیهایی رو که سعید فکر میکنه ممکنه به وجود بیاد از اینکه ادیان مختلف بخوان تبلیغ بکنن برای دین و مذهبشون رو شنیدید؟ جوابی داری براش یا نظری داری؟ بله بله، من پیشنهاد میکنم به ایشون که یه سفر برن ایشون به هند و یکم تحقیق بکنن و ببینن در جامعه هند چندین دین و چندین مذهب در اونجا وجود داره و تمام این اقلیت هایی که در این جامعه هند الان دارن زندگی میکنن در هند کنار هم با صلح و صفا دارن زندگی میکنن بدون اینکه کسی بزنه کسی رو بکشه یا اینکه به حکم اعدام بخواد به کسی بده که چرا تو یک همچین دین و مذهبی رو داری. ایشون برن هند تحقیق بکنن، 700 تا دین تو هند آزاده خانومه. بله البته فرزاد نگفته نمونه که خب اختلاف ها وجود داره در هند، هم بارها در خبرها بوده اختلافاتی که بین مذاهب مختلف به وجود اومدن. بله درسته، نه به این شکل. بله. من از آقای سعید میخوام بدونم که یه سوالی دارم. سوالم اینه که شما، حالا من نمیگم مسیحی یا نمیگم کلیمی ها نمیگم بهایی ها، شما چرا اجازه نمیدید به سنی ها در ایران یه مسجد بسازن؟ سنی ها که همون نماز رو میخونن، شما عمودی میخونید اونا دست به سینه وای میسن و نمازشون رو میخونن، ولی همون پیغمبری رو که شما میپرستین رو اونا میپرستن. خب اجازه بده نظر سعید رو هم بشنویم خیلی کوتاه. بفرمایید سعید روی خطه. زمانی که در هند خواست مستقل بشه از استعمار بریتانیا، یه چیزی حدود 2 میلیون نفر در جنگ بین مسلمان‌های پاکستان و هندوها کشته شدن. خب شما میگید پاکستان اجازه بده جنگ‌های مذهبی بود همشم. 2 میلیون آدم در جنگ بین پاکستان و هند کشته شدن. جانیه داشت از هند میرفت بیرون و همش هم عاملش مذهب بوده. ایشون داره چی میگه؟ خب شما پس فکر میکنی تک مذهبی بودن میتونه راه حل باشه به نظرت سعید؟ نه تک مذهبی بودن، ببینید هر منطقه‌ای
ساختارهای اجتماعی و عقیدتی و اقتصادی خاص خودش رو داره. ما نمیتونیم کشور ایران رو مثلا با اروپا مقایسه کنیم یا با آمریکا که بگیم آقا صدها دین و فرهنگ و مذهب در کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن. کشور ما، این بافت جامعه ما اینه. خب شما پس الان به نظر میرسه میخوای بگی که برای جلوگیری از اختلافهای مذهبی بهتره که تبلیغات دینی انجام نشه، اما در مورد همین موردی که الان فرزاد گفت در مورد سنی ها این که بخوان مساجد خودشون رو داشته باشن چه جوابی داری برای فرزاد؟ ببینید، اول از اون اهالی اهل سنت در تمام مناطق خودشون، یعنی در دور تا دور ایران که خب سنی نشینه، مساجد خودشون رو دارن، دیانت خودشون هم دارن، کسی بهشون کاری نداره اگر بخوان وارد سیاست نشن. دقت میکنی؟ ولی مشکل از اونجا شروع میشه که به اصطلاح اهل تفنن امامت رو قبول ندارن، یعنی کلن از نظر ریشه‌ای درسته که مسلمونن ولی تفاوت‌های اساسی با شیعه دارن. خب پس نباید فرمید. پس نباید مراسمشون رو به جا بیارن و کارشون انجام توی مناطق، توی شهرهای خودشون، شهرهای سنی نشین خودشون آزادن، مساجدش خودشون هم دارن، مشکلی ندارن که. خب سعید ممنونم، اجازه بده فرزادم خیلی کوتاه نظرش رو بگه. البته اینجوری هم که شما گفتی به این سادگی هم نیست، خبرهای خیلی زیادی منتشر میشه. من مطمئنم کسانی که معتقد به مذهب سنی هستن الان دارن برنامه رو میبینن، خیلی جوابا ممکنه داشته باشن، اما فرزاد خواهش میکنم خیلی کوتاه شما. بله اصلا اینطور نیست که ایشون میگن و به هیچ عنوان مساجدی برای سنی‌ها در ایران وجود نداره. سوال منم باز اینه که ایشون اگر میخواست دفاع بکنه در رابطه با اون مسلمانایی که در اون جنگی که ایشون مطرح کرد، چرا ایشون از مسلمانایی که در چچن کشته شدن و مسلمانایی که در چین کشته شدن چرا از اونا دفاع نکرد؟ چرا صدای اینها، چرا دولت ایران از مسلمانایی که در چچن کشته شدن هیچ اعتراضی نکرد به روسیه و به هیچ اعتراضی به چین که مسلمانایی که در اونجا کشته شدن اعتراضی نکرد؟ دلیلش چیه؟ این دلیلش این نیست که واقعا اینها هدف دارن. هدفشون اینه که اصلا تنها چیزی که برای این رژیم مهم نیست دینه. بسیار خوب. هیچ عنوان. بله. ممنونم از هر دوی شما که در این بحث شرکت کردید، فرزاد و سعید. فرزاد و سعید اشاره کردن به سنی ها. هفته که گذشت هفته وحدت بود، هفته بین شیعه و سنی. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حرفی زده بود که من برای شما میخونم. گفته بود تقویت برادری بین شیعه و سنی در ایران هم به نفع امنیت ملی هستش و هم به نفع ایدئولوژی و فرهنگ. و اینجا ما شهاب‌الدین شیخی روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس رو داریم. شهاب‌الدین وبلاگش به نام نه از جنس خودم نه از جنس شما هستش و گزارش های متفاوتی در مورد سنی ها و مشکلات اونها در ایران نوشته که ما با شهاب صحبت کردیم و الهام بقیه صحبت اون رو با شما ادامه میدیم. شهاب سلام. من صدای شهاب‌الدین رو ندارم. صدای من هست؟ الو سلام. سلام شهاب‌الدین. سلام، نمیدونم مشکل صدا چی بود. سلام کنم خدمتتون و خدمت بینندگان عزیزتون. در خدمتم. صدای بیننده های ما رو شنیدین شهاب‌الدین در مورد سنی ها صحبت کردند؟ متاسفانه باید بگم بخشش رو شنیدم، چون یه آدمی رسما و مطلقا میاد میگه ما لازم داریم که یک دین داشته باشیم که مشکل مثلا اختلاف عقیده پیش نیاد. جدا میگم من فقط متاسف میشم که یه آدمی معتقده که ما باید این اکثریت رو داشته باشیم. و از ضمن فقط جوابم به ایشون اینه که شما اگر اعتقاد دارید دینی که در عرض 20 سال ممکنه همه ازش برگردن یا نصف مردم ازش برگردن، اون مشکل اون دینه. اون مشکلی نیست، نمیشه با حکومت نظامی مردم رو به زور حالا مسیحی نگه داشت. شما فکر حالا مسیحیان مردم اینا بگیم اسلام نباید اونجا، مسلمان نباید مثلا در برگزاری مراسم دینیشون یا عقایدشون آزاد باشن چون ممکنه یهو بیان مثلا مسلمان بشن. مگه ما اینجا تو اروپا روشن فکر از اسلاموفوبیا انتقاد میکنن به چه معنی؟ خب خیلی مثلا پیش میاد اینجا آدم اروپایی یا شما دیدین تو آمریکا کسی مسلمان میشه.
اگه شما فکر میکنید دینی داری و اونو به زور سرنیزه در اطراف کشور بقول خودت نگه داشتی، خب من جواب واقعا برای ایشون ندارم، غیر از اولا متاسف بشم که دوستانی هستن که معتقدن حتی مذهب رو باید به زور نگه داشت، و سوی دیگه سوال اینه که خب وقتی فکر کنی یک مذهب یا دینی اینقدر ناتوانه که فکر میکنه به اصطلاح از دو دهه از بین میره، فکر کنم ایمان اسلامیشون چیز نیست، چون ظاهرا خود دین اسلام معتقده که خداوند این دین رو نازل کرده و خداوند ازش حفاظت میکنه. شاهدین، در مورد شرایط اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران اگر برای ما بتونی خیلی کوتاه توضیح بدی، به نظر شرایط به چه صورت هست با توجه به اینکه در موردشون مطلب نوشتی؟ ببینید، من فکر میکنم اصل قضیه از این به وجود میاد که ما قانون اساسی ایران اصل 12 مذهب شیعه اثناعشری رو، چون مذهب شیعه هم چند تا از عسکری علوی 7 امامت 9 امامت 11 ولی فقط اثناعشری رو مذهب رسمی اعلام میکنه و الالعبد لایتغیر، رسمی کردن این بقیه مذاهب غیر رسمی هست. حالا ما یه سری مذهب داریم غیر رسمی قانونی هست، یه سری مذهب داریم غیر رسمی و غیر قانونی هم. غیر رسمی و قانونی همونه که توی قانون اسم برده شدن، مذهب سنی از اسلام و ادیانی مثل مسیحیت و یهودیت و زرتشتی. حالا صحبت اینه که این قانونه، یه چیزایی هست که یعنی رسماً خشونت قانونی یا تبعیض قانونی، یه چیزایی هست تبعیض عدم اجرای قانون در مورد مثلا فرضاً مذاهب مثل فرزن مسیحی ها، مثل یهودی که حق ندارن محل عبادت رو حتی مثلا تعمیر کنن، یا سنی ها مثلا طبق اصول 12, 25, 75 و چند تای دیگه همه افراد ایرانی مثلا حق دارن چیزیشون رو داشته باشن، ولی الان مثلا همون آقای عظیم مثال زد میگه اینا مثلا توی خونه، خب مثلا بیش از 1,000,000 سنی در شهر تهران زندگی میکنن و این 1,000,000 در تهران جایی رو حق ندارن که نماز جماعت که طبق قانون اساسی حق دارن آداب مذهب خودشون رو انجام بدن. حالا اینا اگر میرن توی حیات سفارتخونه های کشورهای سنی مثل پاکستان، مثل اردن یا همسال اینها، اون موقع به ارتباط با بیگانه متهم میشن و جاسوسی و اینا دستگیر میشن. اگر در خانه های خودشون برگزار میکنن بهشون حمله میشه به عنوان کارهای تبلیغی و فرقه گرایی یا همه اینها. بخش سوم تبعیض از دید من تبعیض‌های عرفیه، عرف سیاسی که مثلا شما تا الان یک مدیر رد بالای اجرایی سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران که سنی مذهب بوده باشه ندارید، نسبت به اصطلاح چیزی که توی قانون اساسی نسبت به جمعیت نمایندگان مجلس خبرگان، خب نسبتش مثلا حداقل باید مثلا 10 باشه، کمتر از این مقداره. یعنی حتی میگم و بعدش میاد فرهنگی، یعنی فرهنگی بین مردم. من اتفاقا کامنت های شما رو صفحه خوندم، خیلی معتقدن چیزی من تبعیض مذهبی وجود نداره. اصلی ترین تبعیض اینه که شما فکر کنی علیه کسانی تبعیض وجود نداره. ما همیشه گول یه سوالی یه چیزی میخوریم که میگیم ما رژیم دیکتاتوری داریم، استبداد داره. این رژیم دیکتاتوری به زنان به تبعیض مضاعف داره، به قومیت ها یا ملیت ها یا کسایی که ویژگی زبانی دارن تبعیض مضاعف داره، و به مذاهب هم تبعیض مضاعف داره. این که ما هنوز نمیدونیم هموطنانمون از تبعیض رنج میبرن، این خودش یه تبعیض در تبعیض. بله، به نظر شما از حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی با هم یکسان هست در ایران یا نه؟ نه، خب قطعا اگه حقوق شهروندی اینه که شما مثلا حق برگزاری آداب و مراسم خودتون رو داشته باشین که ندارید، حق تحصیل در زمینه دین خودتون داشته باشین. این نکته خوبی یادم افتاد، شما فکر کنید مدارسی که برای تحصیل، حالا من چون تو این زمینه چند تا گزارش تهیه کردم میدونم، مدارسی که برای تحصیل علوم دینی و روحانیت اول چیز میشه در ایران برای اهل سنت، مدیرش چی است؟ رئیسش چی است؟ برنامه ریزش چی است؟ خب چجوری طرف بیاد درس فقه اهل سنت یا مثلا دین خودش رو بخونه در حالی که مدیرش باید همون شیعه اثناعشری باشه؟ درسته. ممنون از شهاب الدین شیخی که همراه ما بودی، و من یه کامنت بخونم بعد برگردیم مشید به شما، که شهرام برامون نوشته در ایران جفای زیادی در حق اقلیت‌های دینی اعمال میشه، ولی بدتر از آن اینه که حتی بقیه قرائت‌های شیعی هم که مورد قبول حکومت نیست مورد بیمهری قرار میگیره و نظام ایران تنها یک نفر و عقیده رو تنها ولی فقیه قبول داره، که حتی همان
عقیده نیز گاهی در تضاد با خود قرار میگیره و به صورت گزینشی مورد استفاده قرار میگیره. ممنون رویا. نیکو و خاطور، آقای خاطور فکر میکنم روی خط هستید، خانم نیکو از آمریکا، اول نظر شما رو میشنویم. با سلام و با تکیه به دو آیه قرآن که در سوره مشارکت آیه 13 است و دیگری در آیه سوره بقره آیه 62 گفتار خودم آغاز میکنم، که در سوره مشارکت قرآن آیه 13 میفرماید تنها یک دین برای صاحبین کتاب آسمانی تعیین شده، او برای شما همان دینی را تعیین کرد که برای نوح تعیین شده بود، و آنچه ما به تو وحی کردیم، به تو یعنی محمد پیامبر خدا، و آنچه ما برای ابراهیم، موسی و عیسی تعیین کردیم، از این یک دین پیروی کنید و در آن فرقه ایجاد نکنید. و در سوره بقره هم در آیه 62 می‌فرماید بدون تردید کسانی که ایمان دارند، کسانی که یهودی هستند، کسانی که مسیحی هستند و کسانی که تازه به دین گرویده اند، هر کسی خدا را باور داشته باشد، روز آخرت را باور داشته باشد و زندگی پرهیزکارانه را پیش خود نماید، پاداش خویش را از پروردگارشان دریافت خواهند کرد، آنها نه از چیزی بترسند و نه غمی خواهند داشت. بنابراین با تکیه به این دو آیه قرآن متوجه میشه و این در سراسر کتاب‌های آسمانی هم همین آیات وجود داره. اقلیت و اکثریتی در دین وجود نداره، ولی به تدریج و به دلیل ناآگاهی مردم از این یک پیام در هر سه کتاب آسمانی، مردم تحت فشار رهبرای فاسد دینی، تکیه میکنم رهبران فاسد دینی در فشار که قرار گرفتن، برای خودشون اقلیت‌های به تدریج به وجود آوردن و این اقلیت‌ها رو لباس شرعی به خودشون پوشوندن، در حالی که دین فقط یکی است، چرا که خدای آفریننده زمین و آسمان ها هم یکی هست. خب خانم نیکو، با این مواردی که شما الان گفتید، اقلیت‌های دینی و مذهبی باید از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشن، درسته؟ خب ولی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی که بر اساس فقه شیعه نوشته شده اینطور نیست، و مواردی رو که اتفاقا مهمان برنامه‌مون در ابتدا حتما هم شما شنیدید، فریار نیکبخت عضو کمیته دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی برشمرد در مورد مواردی که حقوق اقلیت‌های دینی در ایران نقض میشه از نظر قانون، حتی در موارد دیه و قصاص و موارد دیگه‌ای که وجود داره براشون، درباره اون چی فکر می‌کنید؟ ببینید نازنین من، من اصلا جمهوری اسلامی به غیر از اون نامی که خودش برای جمهوری اسلامی گذاشته، اونو وابسته نه به دین میدونم نه به اسلام، چون این شیادان فاسد چه خمینی و چه خامنه‌ای چه بقیه‌شون نه خدا رو میشناسن نه دینی به نام تسلیم اسلام دارن. اگر اینا باورمند به خدا بودن، آیه در قرآن هست که همه دنیا اینو میدونه، لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست. اما در کشورهای دیگه هم خانم نیکو، ما خیلی موارد اینجوری میبینیم، کشورهای اسلامی که قوانینشون بر اساس اسلام نوشته شده، به نظر شما چرا اینقدر تفاوت وجود داره اگر شما میگید در اسلام اینجور نیست؟ بله، هیچ کدام از اینها فقط به دلیل اینکه مشکل ما یه مشکل بزرگ داریم، هیچ کدام به کتاب آسمانی، کتاب‌های آسمانی، اعم از تورات، انجیل و قرآن رجوع نمی‌کنند. اونها به چیزهایی به نام کتاب‌های حدیث و سنت که نوشته شده یه دست بشره، و هر کدام از این کتاب‌های حدیث سنت با کتاب دیگری هم مخالفت داره، به اونها رجوع می‌کنند. در صورتی که اگر تمام آحاد بشر به این سه کتاب قانون الهی مراجعه می‌کردند، یک اتحاد ملی ما بین تمام آحاد بشر، صرف نظر از ملیت‌هاشون، رنگشون، نژادشون، پوستشون، همه در یک نوع برابری و اتحاد زندگی می‌کردند و همه به آزادی همدیگر اهمیت میدادن. بنابراین چون به تنها کتاب فرستاده شده از جانب خالق یکتا مراجعه نمی کنن، این میشه که در دین اینقدر تفرقه ایجاد میشه. البته سنی ها خب مدعی هستن که فقط به کتاب اکتفا میکنن و مراجعه میکنن برای قوانینشون و مسائل جاری. اما اجازه بدید خانم نیکو، نظر خاطور رو بشنویم از تبریز. بله،
من میخوام یه مقایسه انجام بدم، اما قبلش اینو بگم که این تضییع حقوق اقلیت ها حتی تو همین زندان ایوینی که اعلام کردیدم وجود داره، خیلی به شدت. یعنی من از همکیشا، از کسایی که بالاخره عضو ارامنه هستن و اعتقاد شدید دارن ولی در بند هستن، هم شاهدن افرادی که مدت هاست زندانن، اما این عده هستن مثل خانم ستوده که بعد از همکاری با بالاخره امنیتی ها مرتب از 7 و 40 و نمیدونم چیچی مادرشون میان مرخصی. خب آقای خاطر خواهش میکنم که اتهام زنی نکنیم در برنامه. اینهایی که شما داریم میگیم به هر حال تصور شخصی شماست در مورد یه نفر دیگه و نمیشه به این قاطعیت صحبت کرد، ولی خواهش میکنم مواردی رو که خود شما اگر احیانا باهاش مواجه بودید، با توجه به اینکه اشاره کردید که خود شما از ارامنه هستید، آیا با تبعیضی روبرو بودید یا نه؟ اولا که من ببخشید که من یه دفعه وارد بحث شدم، چون یکم از همین ماجرا ناراحت بودم، دیگه هم گفتید دیگه نمیگم، اما حداقل اینو بگم که چرا باید اینجور تضییع حقوق داخل زندان. هم زندان جای حبسه، کسی که داره مبارزه میکنه هدفش به دست آوردن آزادیه، اما این آزادی البته نباید. آقای خاتون من خواهش میکنم ادامه ندیم اینو، چون خیلی خیلی عام هستن که اصلا مبارزه ای نمیکنن، دارن کارشون رو انجام میدن و به زندان میرن. مواردی از این دست خیلی بوده، وکلایی که الان در زندان هستن همین مواردی رو که شما اشاره کردین کارشون رو انجام میدادن و حالا به هر حال مورد اتهاماتی قرار گرفته. اما اگر نمیخواید در مورد خودتون صحبت بکنید، بریم به شبکه‌های اجتماعی. و شبکه‌های اجتماعی روی ببینم فقط آقای خاطور اگر روی خط هست میخوام فقط یه فرصت بعد. نه دیگه الان نیست. امیر گفته که حکومتی که در قانون اساسیش مذهب رسمی کشور رو شیعه اعلام میکنه و حتی برای اهل سنت که شاخه ای از اسلام حق قائل نیست و توی اکثر مواد قانون اساسی کلمه اسلام رو آورده، باید تا ته خطش رو خون. این کاربر به اصل 4 قانون اساسی ایران اشاره کرده که نوشته شده همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشه. به نظر این کاربر این دقیقا همون چیزی که با اصلاحات نمیشه درستش کرد و تنها راه نجات از این وضعیت تغییر کلی در ساختار حکومت و تهیه و تنظیم یک قانون اساسی جدیده که در اون دین و مذهب در هیچ یک از بخش‌های زندگی مورد مردم دخالتی نداشته باشه و صرفاً موضوعی شخصی تلقی بشه. و شهاب هم برامون نوشته در جامعه ایران نقض حقوق اقلیت‌های دینی و سرکوب اقلیت‌های مذهبی وجود داره و قشر بیدین یا قشر متمایل به دین ادیان جامعه ما که در شناسنامه اونها مهر مذهب اسلام خورده زیر فشار قرار دارن. اگر به تقویم حال حاضر ایرانی نگاهی بندازیم، این کاربر گفته می‌بینیم که مراسم مذهبی و جشن‌ها و سوگواری‌ها بر اساس دین اسلام گنجونده شده. و به نظر فریز هم، فرید گفته به نظر من همه مردم یک کشور باید به یک میزان از منابع آب و خاک و ثروت‌های ملی برخوردار باشن. فرید اشاره داشته به حقوق شهروندی و گفته هر کس در تعیین عقیده و دینش باید آزاد باشه، هیچ کس حق نداره تفتیش عقاید کنه. به نظر این کاربر همه به یک میزان از سرمایه‌های ملی برخوردار باید باشن، نباید شهروند درجه 1 و درجه 2 داشت. فرید گفته هیچ کس نباید به خود جرأت بده کسی رو تحت فشار قرار بده به خاطر مخالف بودن عقیدش با خود و یا از میان برداره. گفته واقعا همونهایی که در اکثریتن چنانچه در اقلیت بودن دوست داشتن این رفتار باشون انجام میشد. ممنون رویا. اما برمیگردیم در ادامه برنامه روی خط و نظرات شما.
وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران موضوع گفتگوی امشب برنامه روی خط. فریبرز و سعید هم روی خط هستن که نظرشون رو بشنویم. فریبرز از آلمان، سلام، بفرمایید. بدی فراوان خانم، من می‌خواستم گفتارمو با یک گفتار نویسنده آمریکایی در زمان برده‌داری شروع کنم. ایشون یه جایی نوشته بودن که برده‌داری چیز خیلی بدیه، اما بدتر از برده‌داری این بوده که برده‌ها باور داشته بودن که بردن. من به این واژه اقلیت ایراد دارم، یعنی چرا باید باور کنن که اقلیتی وجود داره؟ این چه معنایی میده؟ یعنی اصلا باید کلا اگر قرار بشه همه اقلیت ها رو چه حتی تو ایران دور هم جمع کنن، خب از اون اکثریت بیشتر میشن. یعنی این باور اقلیت یه زمین یه کمی برای من دشواره و اینو من اصلا نمیتونم باور کنم که همین چیزی هست. خب این واژه‌ایه که استفاده میشه، جهانی هم هست و البته خب از نظر تعداد هست، اما از نظر حقوق شهروندی اینکه کمتر باشن خب مسلما اینجوری نیست و در همه دنیا داره تلاش میشه که اینطور نباشه دیگه. خب همه در برابر قانون یکسانه. درسته. دیگه اقلیت و اکثریتی وجود نداره. توی بله. خانواده نمیتونم بگم من تنها پسر یا تنها دخترم پس بقیه بیشتر به من حق دارن. درست. همه جزء یک خانواده‌ن. این واژه از لازم من اصلا درست نیست. یعنی باور کردیم که همچین چیزی هست. همون نویسنده آمریکایی از همه بدتر اینه که باور کردیم. و این باورشو باید از بین ببریم، چه اینوری چه اونوری. و اینی که به حساب به قول شما آمریکایی ها ماجوریتی مینوریتی، این تو جامعه نیست، ممکنه توی چیزای دیگه باشه، ولی از لحاظ قانون و نباید یه همچین چیزی باشه و جامعه نباید اینو اصلا بپذیره که یه همچین واژه‌ای که به قول شما به کار برده میشه اصلا. چرا؟ من منظورم اینه. بعد آقای فریبرز، شما در جایی که زندگی میکنین آلمان، آیا شما در این جایی که هستید دین و مذهب افراد تأثیری در حقوق شهروندیشون داره؟ خانم اگر یک نفر در اینجا به من بگه که چه تو دین و یا مذهبی داری، یک بار یک نفر در مدرسه به پسر من گفت مسلمون، من چنان شری به پا کردم که فقط به خاطر به حساب چیز قانون اساسی دوم آلمان که معلمه به غلط کردن افتاد. متوجه این؟ یعنی هیچ کس جرأت اینی که بگه من چه به چه چیزی میتونم اعتقاد داشته باشم یا باید داشته باشم یا چیزی. و اون آقایی هم که گفت اینجا ایرانه، ما جامعه همون فرق میکنه، خب آقای عزیز چرا نباید بسازیمش درست؟ چرا همون قهقرا رو باید ادامه بدیم؟ آخه اینم شد حرف. خب خودت درست کن. به قول بودا گفت، حرف خیلی قشنگی زده، گفته یادگیری یعنی دگرگونی. وقتی که عوضش کردی یعنی یاد گرفتی. خب یاد بگیر، آزاد زندگی کن. حالا هر جوری که هست، کی اقلیته کی اکثریته، این حرف بی‌معنیه و لازم من پرسونلی یعنی شخصا اصلا نمیتونم باور کنم. بسیار خوب، نظر سعید رو بشنویم روی خط اسکای. و خواستم جواب سوالای مطرح شما رو بدم که باید بگم بله، متاسفانه در ایرانم و چندین کشورهای مسلمان مثل پاکستان، مصر، افغانستان و عربستان و سومالی و بعضی از کشورهای آفریقایی هم که می‌بینیم این تبعیض‌های دینی و این مسائل وجود داره. متأسفانه در ایران هم که اصلا برای اقلیت‌های مذهبی هیچ گونه احترامی قائل نمی‌شن. حتی شاخه تسنن که می‌بینیم در ایران تعدادشون هم خیلی زیاد هستن و اون دوست عزیزمون آقای سعید که تماس گرفته بودن که می‌گفتن در حاشیه در دور تا دور ایران همه اهل تسنن هستن، اینا اجازه زندگی در ایران ندارن، اینا درست نمیتونن زندگی بکنن، یعنی فرزندانشون در دانشگاه نمیتونن تحصیل بکنن و نمیتونن در ادارجات دولتی یا پست های دولتی داشته باشن. و حتی شما خودت کجا زندگی میکنی سعید؟ بله، شما کجا زندگی میکنید؟ من دانمارک. شما در دانمارک هیچ وقت به موردی برخوردین که دین و مذهب افراد در حقوق شهروندیشون تأثیر بذاره؟ نه خیر، اینطور نیستش، اصلا اینطور نیست. حتی من یک برنامه مستند دیدم که حتی ایران خودش قصد داره که در کشور دانمارک، کشور کفر و بلاد کفر نامیده شد، که کاریکاتور حضرت محمد رو درست کردن، میخوان در پایتخت این کشور کوپنهاگ مسجدی درست کنن به نام امام علی
ولی چطور خود همین شیعه همین ایرانی ها اجازه نمیدن که اهل تسننی که خیلی پایبندتره به اصول دین هستش در اسلام، چرا اجازه نمیدن که اینها حتی یک مسجد در تهران داشته باشن یا در شهرهای مذهبی مثل قم، مشهد یا همین شاه‌بلعظیم؟ چرا اجازه نمیدادن که اینها یک مسجد داشته باشن؟ چرا اجازه نمیدن که اینها جمع بشن و نماز جماعت داشته باشن؟ وقتی که آقای آیت الله امامی کاشانی در نماز جمعه ششم بهمن خودشون بیان میکنه در خطبه خودش که قرآن کتاب زندگی است نه انجیل و تورات، آیا این معنی حرفشون یعنی چی؟ یعنی اینکه دشمن ایجاد کردن، یعنی نفاق ایجاد کردن؟ بسیار خوب. چرا این شیعه میخواد همیشه از شریعت از این مسئله استفاده کنه و دولت هم که خب دست گذاشته دقیقاً روی نکته خیلی مهمی که مسلمان‌ها چون شیعه مرده پرست هستن اصطلاحاً و از 1400 سال به اون طرف هنوز عزاداری امام حسین و حضرت ابوالفضل و غیر و ذلک رو انجام میدن و از این راه میتونه استفاده بکنه برای اینکه بقای بیشتری داشته باشه. بله ممنونم از تماستون سعید و فریبرز، متشکر. و اما میثم نوشته دین از سیاست جداست ولی جمهوری اسلامی به زور میخواد همه رو مسلمان کنه. شما اگر فرمای استخدامی و دفترچه‌های دانشگاه رو در ایران ببینید، یکی از سوالاتش اینه که دین شما چیه، مذهب شما چیه. سعید میثم پرسه که آخه دین چه ربطی داره به حقوق اجتماعی افراد؟ اگر عدالتی هست باید برای همه باشه. و اینجا سهراب کریمی همراه ماست، پژوهشگر در ترکیه که تحقیقی داشته در مورد دموکراسی و در ایران با تاکید بر مشکلاتی که اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران دارن. سهراب سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین بینندگان شما. ممنونم که این وقت در اختیار من قرار داده که در خدمت شما و دوستان بیننده باشم. سهراب خیلی کوتاه در مورد پژوهشت و پایان نامت در حقیقت در مورد دموکراسی و اقلیت‌ها در ایران یه توضیح کوتاه برام بده. من پژوهش من در این مورد بود که دلیل رسیدن به دموکراسی، بعضی از پژوهش‌ها دیدم که دلیل اصلی عدم دموکراسی در ایران وجود ناهمگنی‌هایی هست در جامعه ایران و ساختارهای چندپاره فرهنگی، چندپاره مذهبی. این دلیل گذاشته بودند برای عدم رسیدن به دموکراسی. اما با وجود این مسئله‌ای که هست، ما که نمی‌تونیم اینها را عوض کنیم و باید با این پیش‌فرض تحقیقاتی که شده باید اینها را پاکسازی یا نسل‌کشی کرد تا ما به دموکراسی برسیم. این اصلا از بنیاد معرفتی کاملا با مشکل مواجه است، این پژوهش‌هایی که تا حالا انجام شده. اما با قبول کردن خودمان و تمام گروه‌های انسانی که در ایران و در هر جای دیگه زندگی می‌کنند و با قبول تفاوت‌های آنها، ما می‌تونیم در ساختاری مسالمت آمیز، حتی اگر رقابت آمیز هم باشد، رقابت سالم و مسالمت آمیز، ما می‌تونیم گام‌هایی را برداریم. البته متاسفانه آدر ستیزی و یا به قول زبان ساده تر دشمن تراشی ساختارهای اجتماعی در ایران، چه در ماقبل مدرن و چه در عصر امروز، این مسائلی بوده که همیشه دشمنها را از اقلیتها هم جز دشمنهای این ساختارهای اجتماعی و حتی ایدولوژیها بوده در عصر امروز. این مشکلی که بوده در حق اقوام، تابوهایی را درست کردن، مثلا عدم امنیت برای خودشون طوری تعریف کردن که فلان اقلیت، فلان ملیت، فلان زبان، این داره ما را از بین میبره، یا مثلا بنیادش از تاریخ گرفتن یا از زبانی یا از دینی، و این تابو را چنان تاخته و چه ارائه دادن که حتی مردم هم این اقلیت حراسی و این دگر حراسی جامعه نهادی نکردن تو جامعه ایران. این یکی از واقعیت‌هایی بوده که من تو پژوهش بهش اشاره کردم و متاسفانه بسیاری از روشنفکران ایران هم با قبول این تابوها در راستای عملیاتی کردن ظلم و قوانینی بر ضد اقلیت‌ها، این پروژه را پیش بردن تا رسیده به جایی که ساختار سیاسی که در ایران هستش به قدرت برسه، اینها بنیادهای معرفت شناسی و گفتمانیش قبلا توسط بسیاری روشنفکران ریخته شده
و اینها آمدن عملیاتی کردن و زمانی که به خودشون آمدن دیگه قابل کنترل نبود و هیچ خاکریزی هم برای دفاع از بقیه ساختارهای مدنی و سیاسی و اجتماعی ایران نمانده. ممنون از سهراب که همراه ما بود از ترکیه، پژوهشگر. و اما بهروز نوشته که هیچ تبعیضی در ایران ندیده علیه اقلیت ها و گفته شاید هم دقت نکرده این کاربر گفته، ولی در کل تبعیض در میان پیروان ادیان مختلف امری ناپسند، غیر انسانی و غیر قابل قبوله و دین و مذهب موضوعی اختیاری هستش که باید به استنباط هر شخص از جهان پیرامونش بستگی داره و چون قطعی نیست نمیشه به دیگران تحمیلش کرد. این کاربر گفته که این دلیلی برای برتری نمیتونه باشه و همینطور رضا گفته هر انسانی حق داره با رعایت احترام به دیگران و آرامش و اصول به تبلیغ و انجام فرایض مذهبی و سنی خودش بپردازه و کوچکترین نفر یا گروه باید همان گونه آزادی داشته باشه که بزرگترین گروه داره. به نظر این کاربر حقوق بشر بهترین میزان و قانون برای الگو میتونه باشه. متاسفانه حقوق بشر در ایران به هیچ وجه رعایت نمیشه. این هم نظر این کاربر ما بود در فیسبوک. ممنون رویا. نظر جعفر و ساسان رو هم بشنویم. جعفر روی خط اسکایپ، بفرمایید. خواهش میکنم کوتاه بگو جعفر. با عرض درود بر شما. به نظر من جمهوری اسلامی در مورد اقلیت‌های دینی یعنی واقعا خیلی ظلمی میکنن به اقلیت‌های مذهبی. مثلا در مورد اهل حق نماز نیاز، اینا شیعه هستن، نماز هم میخونن، بحث نیاز هم دارن، دعای نیاز میکنن، به اینا واقعا فوق‌العاده گیر داده میشه. یعنی طیفی رو دارن که اصلا به غیر خودشون هیچ کس رو قبول ندارن. در مورد بهایی هم همینطور، همینطوری که دوستان قبلا گفتن و سنی هم همینطور. و حالا اینو عرض کنم خدمتتون که مثلا بهایی ها خیلی حرفای زیادی برای گفتن دارن ولی توی ایران خیلی مشکلات میکشن و نمیتونن این صحبتی انجام بدن. بله جعفر، فکر میکنین مواردی که الان شما گفتین که در مورد حکومت گفتین، ولی فکر میکنین تبعیض‌ها چقدر ریشه در جامعه داره و باورهای مذهبی خود مردم؟ باورهای مذهبی مردم الان طوریه که دست حکومته. یعنی توی هر محلی مسجدی هست و توی هر مسجدی یک نماینده دولتی هست که تبلیغات منفی انجام میدن بر علیه ملت، ملتی که خب چه اقلیت مذهبی باشه و غیره ایرانی هستیم، همه ایرانی هستیم و اینو نمیشه انکار کرد. بله. پس باید حقوق شهروندی همه رعایت بشه. بسیار خوب. اجازه بده نظر ساسان رو هم از اروپا بشنویم. ساسان. سلام خدمت شما و همه همکارتون. شب عالی بخیر باشه. میخوام اینو بگم صبح شما و البته شب ما. میخوام اینو بگم که ببینید خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. میخوام اینطوری بگم تو کشوری که از اساس مردم سالاری یا به کلمه بیگانه دموکراسی وجود نداره، ما دنبال یه برابری میگردیم که قطعا از اساس غیرمون میشه. میخوام اینطوری بگم خیلی اشاره شد، یه دوستمون خیلی اشاره قشنگی کردن در مورد که اقلیت، کلمه اقلیت، اقلیت مثلا همیشه اقلیت، میخوام بگم بد نیست. بعد این که درسته اقلیته. مثال خیلی سادهش گالیله است. تنها کسی که میگه زمین گرده و کلیسای کاتولیک میگه آخر زمین تخته و تنها کسی که درست میگه همین یک نفره و همه کسای دیگه که میگن اشتباه میکنن. میخوام اینطوری بگم لزوما اقلیت به مفهوم اشتباه نیست، که البته ممکنه فردی باشه که درست بگه و فقط یک نفر باشه. از طرف دیگه ای توی جامعه ما وقتی نگاه میکنیم به طور کلی، من خودم زمانی که داشتم تهران درس میخوندم داشتم میدیدم دوست زرتشتی من خودش میشه سر کلاس تعلیمات اسلامی، میشه سر این کلاس و نهایتا امتحان میداد. منم ازش میپرسیدم خب وقتی شما اعتقادی نداری برای چی میشینی، در صورتی که میتونست نشینه. جوابش این بود که درسته به ظاهر همینه، ولی عملا که پای کنکور و مسابقه نهایی برسه، چون من زرتشتی هم کنار گذاشته میشم. یه دوست مسیحی دیگه ای داشتم که به من اشاره میکنه که خب فقط به صرف مسیحی بودنش توی دادگاه بازنده محاکمه است، که چون مسیحیه، که چون مسلمان نیست. از بچه دیگری هم میخوام همین موضوع رو ببینم. اصلا مثال ساده ترش بین شیعه و سنیه. خب ما به عنوان یه شیعه تو اقلیتیم نسبت به اکثریتی که سنیه، اما توی ایران واقعا وضعیت چیه؟
بعد وقتی میان تو جامعه جهانی صحبت میکنن، صحبت رو این دور میزنه که خب حالا اونا سنی ان، حالا ما شیعه ایم، ولی همش میخوان بگن اسلام اسلام. میخوام بگم به یه پارادوکس میرسیم. اینجوری میخوام تحلیلش کنم. از همش استفاده سیاسی میشه. وقتی سیاست قاطی میشه با دین، از همه دین هم استفاده سیاسی، این یه ابزار، انگار میخوان یه چیزی رو باز کنن دنبال یه آچار میگردن. اون وقت دینه که یه ابزار میشه که مخلوطش میکنه. بله. این حالا نمیدونم چقدر درسته یا غلطه. حالا بسیار به هر حال نظرت احساس و ممنون که به ما هم گفتی. اما روی خط بمون، یه نظر سینا را هم خیلی کوتاه بشنویم از ایران روی خطه. درود بر شما خانم ندیری. خواهش میکنم. من نظرم با این که باید اقلیت های دینی توی ایران حالا به این ترتیبی توی برنامه گذاشتن، مخاطبین برنامه اومدن حرف زدن، باید باشن، منم اون احترامی که باید به این اقلیت گذاشته بشه من قبول دارم، ولی احساس میکنم یه مقداری حالا شاید بزرگ نمایی شد. حالا ما خودمون تو تهران داریم زندگی میکنیم، میگن بیش از 1 میلیون نفر هم سنی هستن، اهل سنت توی تهران هستن، ولی ببینید اون روشی که سنی ها، حالا من یک مثال خیلی کوچیکی میذارم، مثلا برای نماز جمعه شون سنی ها هر جایی که دوست داشته باشن میتونن برن یک نماز جمعه بخونن، مثل شیعه نیستن که مثلا بگن که مسجد جامع یا مصلی تهران مثلا مختص به نماز جمعه. چون اینجوری وضعیتشون، اگر هم یه مقدار حکومت یا نظام داره جلو اینا یه مقدار پافشاری میکنه برای اینکه حالا اینا آیینشون و رسم و رسوماتشون یه مقدار اونجوری که دلشون میخواد انجام بدن، به خاطر اینه. چون سنی ها هر جایی که مثلا اهل سنت هر جایی که دوست داشته باشن، هر جایی که بتونن، دوست دارن الان تو مسجد بردن. الان میخوان تو مسجد این کار رو بکنن. اما سینا متاسفانه وقت برنامه محدوده و یه مقداری دیر تماس گرفتیم. من دوست داشتم بین شما و ساسان یک بحثی هم در بگیره که فرصت نمیشه، اما ممنونم از همه شما، ساسان، سینا و جعفر هم که در بحث شرکت کردید. کاربری در اسکایپ برای ما نوشته وضعیت اقلیت‌های مذهبی بسیار بحرانی هستش. این ارزیابی این کاربر ما بوده در اسکایپ و گفته سیستم تک حزبی در همه ادارات و ارگان‌های ایران قابل مشاهده است. اجازه تحصیل و کار برای اقلیت‌های مذهبی روز به روز در حال بدتر شدن هستشون. از دیدگاه مسئولان ما نیازی به این افراد نداریم و به طور کلی این افراد نوعی موجود اضافه تلقی میشن. به نظر این کاربر در حال حاضر مذاهبی که به صورت مستقیم با دیدگاه اسلام شیعه امکان مبارزه دارن در نوک حمله حمله‌های مختلف قرار دارن، مذاهبی چون بهائیت و سنی ها، و دلیل این امکان بیشتر جایگزینی این افراد در میان جامعه به خاطر عقیده اکثریت که وجود داره هستش. این کاربر نوشته صرفاً داشتن مذهب شیعه بیانگر این که شما فردی مطلوب هستین در کشور و این نوعی فاجعه عقیدتی هستش از نظر این کاربر. و کاربر دیگه ای هم با نام مستعار غروب تنهایی نوشته کلن تبعیض در دنیا مختص کشور به خصوصی نیست و به همه گونه های مختلف تبعیض رو اعمال میکنن، حالا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. این کاربر گفته یک کشور با سیاست های یک بام و دو هوا و تبعیض آمیزش یک اختلاف کوچک رو سر چند وجب خاک بی ارزش شبیه به یک موزل جهانی و لاینحل میکنه. بعضی هم با آزردن اقلیت ها در کشورشون راضی هستن. خلاصه هر دو کار بدی انجام میدن. و ابراهیم هم گفته که کرد هست و نوشته کرد ها نه تنها از لحاظ مذهبی، از لحاظ فرهنگی، زبانی و حتی باز هم تکرار کرده فرهنگی تحت ظلم و زور قرار دارن. و همینطور برای ما مهتاب نمیشه شهروند درجه 1 و 2 بودن ربطی به دین و مذهب نداره. الان در ایران هیچ کس به خاطر داشتن اعتقاد مذهبی سرکوب نمیشه. و این هم نظر مهتاب بود. اما موضوع فردای ما در مورد سالگرد ورود آیت الله خمینی به ایران هستش. ما میخواییم کارنامه 10 ساله رهبری آیت الله خمینی رو از نظر شما ببینیم. وقتی که اسم آقای خمینی رو میاریم، به نظر شما تو ذهن شما چه تصویری از ایشون نقش ببنده؟ فردا همراه ما باشیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. بله، همینطوره. ما مفصلتر موضوع رو در فیسبوک برای شما می نویسیم. رویا این کار رو میکنه و شما میتونید نظرتون رو زیر پست فیسبوکمون بنویسید و از حالا هم میتونید با پیامگیر برنامه روی خط تماس بگیرید. شمارتون رو برای ما فقط بذارید، نظرتون رو نگید، شمارتون رو برای ما بذارید که ما فردا باهاتون تماس بگیریم و شما رو به اصطلاح در نوبت بذاریم که بتونید در برنامه شرکت بکنید و نظرتون رو برای بقیه هم بگید. ممنونم که در برنامه امشب شرکت کردید. منتظر شما هستیم در برنامه فردا شب. مراقب خودتون باشید و شبتون بخیر.